مؤمن بر یار روزه شماری نکند، در کوچه ادای روزداری نکند، در محضر خالقش ولی انسان هم بی عذر و بهانه روزه خاری نکند. بیننده های عزیز تلویزیون ترو و علاقمندان برنامه سیام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر کجایی که هستین جور و سلامت باشین و از ویروس کرونا در امان. الله متعال جل و علا شانه طاعات و عبادت همه ما و شما را قبول و مقبول بگردانه. باز هم محمد اصغر وکیل پوپلزایی با مهمان خیلی ها عزیز خود دکتر فضل الرحیم بصیرت استاد دانشگاه کابل در خدمت شما عزیزان قرار دارم. موضوع بحث امروزی ما در رابطه با حکم نمازهای جماعت در خانه هست. ای که کسایی که نماز جماعت را در خانه ادا می کنند با جز از امام اگر کسی مقتدیا از طبقه ذکور نمی باشه حکم نمازشان چگونه هست؟ شما هم می تانین سوالاتی که دارین را از طریق 8656 با ما به تماس شوین و سوالاتتان را مطرح بکنین. دکتر صاحب حتما بر شما پاسخ می دن. جناب دکتر صاحب سلام علیکم، شما را به برنامه خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات، و ما هم شما را به دوستایی که ما را همکاری میکنه خوش آمدید. زنده باشین، تشکر. جناب استاد، موضوع امروز ما در رابطه با نماز جماعت هست. کسایی که در خانه نماز جماعت را ادا می کنند متاسفانه امروز مشکلاتی که زیاد وجود داره که اکثرا از خاطر ویروس و کرونا بیرون نمی براین به مسجد نماز ادا نمی کنند و در خانه ها نماز جماعت را ادا می کنند، اگر جز امام مقتدی ها از طبقه ذکور نباشه آیا نماز جماعتشان درست است یعنی؟ اما پیش از اینکه پاسخ از این سوال را بدین یک تماس داریم، دوستای تکنیکی اشاره میکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید که از کجا تماس گرفتین؟ علیک السلام و رحمت الله. میبخشید، من گفتم اگر عملیات تو مرشدیم زردی سیام دارم، تقریبا 8 ماه دوای لایزری خوردم، حال ناتوان هستم، توانم نیستن ما تقریبا افتاد است، روزه گرفتن نمیتونم، توان چنم اما قدرت شدید روزه هم ندارم، این نقل دارم پیسی که سناستم، اولاد ندارم، بیوستم یعنی که پرمصرف خرچ مکنم یا بیماری مکنم، در پول تقاوتیم 1,00,000 to 1,30,000 دینیمی مصرف مست من سر مصرف روزه دی روزه میشه. تشکر مادر جان، شما بیننده برنامه باشین، استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر از شما استاد. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. جماعت مسلمانان در خانه جایز است و حضرت عایشه و ام سلمه روایت شده یک مولای حضرت عایشه با حضرت عایشه نماز میداد. بنا وقت فعلی که مرض وبا کرونا وجود داره و در مساجد عذر قائم شده باکی نداره که ما در خانه جماعت بخانیم، لیکن چند صورت داره. یک صورتی هست که اگر فرض کنیم که شوهر پیش میشه یا پدر خانه و متبقی همه که زنانه باشه، چطور بخوان نماز را؟ او پیش میشه و نماز زنها پشت سر و صفی مستقل باشه. و حتی اگر شوهر و زنم باشه، شوهر پیش باشه، زن امرو یک صف استاد نشوه. برعکس به شما معلوم است، اگر ما نماز مردها میخوانیم، اگر یک مقتدی باشه یا اونی صورت مقتدی به دست راست امام استاد میشه، اما وقتی که مسئله مرد و زن باشه جماعت را از نظر اکثریت قاطی مذاهب اسلامی هست که او مردکه چی پدر هست یا شوهر پیش میشه و پشت سر زو زنانه استاد میشه. و اگر فرض کنیم که یک مرد دیگه موجود داره، دو سه تا وجود داره، پس اول امام استاد شوه، بعد از اون مردها و بعد از زنها استاد شوه. سپاس جناب استاد، تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، کی از کجا تماس گرفتین؟ ما از فاریا تماس گرفتیم، یا چند تا دوستای ما همی در روزای روزه. بله. بعد از ظهر اکثر خواب هستن تا شام. من همی را پرسان میکردم از جناب مولا صاحب که یعنی روزه از اینا میشه یا چرا کم هستن؟ سپاس فراوان از شما، بیننده برنامه باشین، دکتر صاحب برتان پاسخ میتن. تشکر از شما. بیرا نماز جماعت خانه در خانه باکی نداره به این شرایطی که عرض کردم که امام مرد است پیش شوه و اگر زنها خودشان جماعت میکنن. بله. او هم مذاهب اسلامی به شمول مذهب حنفی جایز کرده، لیکن گفته که خود امام هر زنی که امام هست در وسط زنها استاد شوه. بله. پیشتر استاد نشه. سپاس جناب استاد، مادر تماس گرفته بودن، گفتن که عملیات کردن چند وقت پیش و زردی سیاه هم دارن و سنشان به 70 سال هست
و توانایی پرداخت فدیه را هم ندارند و روزه را هم گرفته نمیتوانند. طالب هدایت از شما و راهنمایی شده بودند. خب اگر مادر ما قادر به روزه گرفتن نباشه، مثل که از سوال معلوم میشه، عملیات کرده، زردی سیاه داره و عمرش هم 70 است، روزه خوردن برای او جایز است. قرآن کریم میگه که فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدة من ایام اخر. کسی که مریض است رمضان بخوره و بعض وقتی که صحت یاب شد روزه را بگیره. جناب دکتر صاحب دوستا اشاره میکنن که یک تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. کی از کجا تماس گرفتین؟ ما هستم از کابل تماس گرفتیم. اسمتان؟ خب بفرمایید. بفرمایید. ما از گفتم به خاطر که شاورما هم کثیف هم پودری هم بسیار کتیم فضیت زیاد کتیم میگه کتیم جنگ میکنه یاد ما شد ما کتیش هم کلام نیستم. ما خاطر ازی بگیم که ما در گناه شدیم یا نشدیم روزا و نماز ما میشه یا نمیشه. سپاس خواهر عزیز، بیننده ای برنامه باشین. دکتر صاحب برتان پاسخ میتن. تشکر از تماستن. بینا عمرش از این مادرم 70 ساله بوده، روزه خوردن بدون شک بر جایز است. اگر در آینده فدیه را پیسه پیدا شد چیزی فدیه ادا کنه بسیار خوب هست، به اندازه که روزه را خورده. و اگر نتانست قرآن میگه فتقوا الله ما استطعتم، که قادر نبوده خدا عفو کننده هست. جناب استاد کوتاه اگر به جواب برادر ما عبدالغفار از فاریاب که تماس گرفته بودند بگوین که گفتن اگر کسی بعد از نماز ظهر استراحت میکنن تا به عصر یا تا به مغرب، آیا روزی از اینا درست است؟ یعنی بله روزه چه باکی نداره، روزه اصلا امو نیت است که در وقتی که تو سحری را میخوردی نیت کردی که سبا روزه میگریم، و اگر پیشین خو میشی خو کردن باکی نداره. اما توصیه علمایی هست که مسلمان کوشش کنه که چیز عبادت بکنه، نیشه ایتو باشه که همه روز در خو تیر شد. سپاس جناب استاد. بیننده های عزیز، شما هم میتونین سوالات دینی که دارین را از طریق 86-56 تماس بگیرین و با ما به تماس به جریان بگذارین. دکتر صاحب حتما برای شما جواب میتن، چون برنامه سیام حلال مشکلات شما هست و پاسخگوی سوالات شما. ما و شما شاید زیاد سوالات داشته باشیم که نتانیم از کسی بپرسیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه، پس این برنامه فرصتی بسیار خوبی هست بخاطر پرسان کردن سوالاتتان و میتونین که پرسان بکنین. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. با سلام مجدد خدمتی اوید از دوستایی که همین اکنون بیننده برنامه سیام هستند. دکتر فضل الرحیم بصیرت، استاد پانزده شرایط، پانتون کابل با ما هستند. جناب دکتر صاحب، قبل از وقفه خواهر ما صفیه از کابل تماس گرفته بودند، گفتند که شوهرشان هم معتاد هستند و مدتی میشه که ترک رابطه کردن، با برایشان صحبت نمی کنن. آیا گفتند من گناهکار میشم یا نمیشم؟ خب گناه از ایام شری ما نیست، میگه که او معتاد هست و به اصطلاح به اصابش نرمال نیست، اخلاقش طرف خانه مشکل داره. فلیزه جناب استاد، دوستای تخنیکی میگن که تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. علیکم السلام. کی از کجا تماس گرفتین؟ یکی واسم از ولایت ایراد تماس گرفتم. بفرمایید. گفتم برادر محترم، یک سوال داشتم از جناب مولای صاحب که همین طلا چه قسم زکات داره؟ بعضی میگن که مثلا به هر لک 2000 زکات داره، هر 40000 1000 زکات داره، مثلا 4 لک قیمت یک گلوبند میگن 8000 زکات داره، از رو هر 40000 1000 حساب میشه. همین از جناب مولای صاحب میخواستم که یک جواب درستی به من بدن که من بفهمم که این زکات مال خود طلای خود چه قسم بودن. تشکر از سپاس خواهر عزیز. شما بیننده برنامه باشین، استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر از تماستن. بنا ان خواهش ما از یم شرعی است که کوشش کنه که او را توصیه کنه، خدا او را هدایت بکنه و از این مواد مخدر و مسائل امتناع بورزه و یک انسان عادی شه و در خانه زندگی آرام داشته باشه. تو هم شرعی سری زو حق داری و سری تو حق داره. قرآن کریم او را مکلف کده به معاشرت نیک و تو را مکلف کده. قرآن کریم میگه و عاشروهن بالمعروف، به شوهر میگه که با فامیلت معامله نیک داشته باشی. و همچنان میگه که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، زن حق داره مثل که شوهر حق داره. بناء
تو کوشش بکن که او را توصیه بکنی و او اصلاح شوه، از امی مواد مخدر و اخلاق بدی که داره اصلاح شوه و صبر بکنین تا جایی که امکان داره. سپاس جناب استاد. خواهر ما شکیلا از هرات تماس گرفته بودن، گفتن که نصاب زکات طلا چگونه هست و یکی گفته میشن که از هر 40,000 1,000 یا از هر یک لک افغانی 2 لک افغانی باید زکات پرداخت شود، همین قسم است؟ بله، اگر طلای شما همگی 90 گرام باشه. جناب استاد تماس داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ سلامت باشین. محمد رمای از شهر مزار شریف مصبت تماس شدیم. یک سوال داشتیم، گفتیم به دکتر صدا جریان بونیم. بله بفرمایید. یعنی ارواک بیگا می نگده و یا اولی چخ چخ میکنه میگه می ارواک یا نیستن یا کسی گم ماتون نکرسان بکنم از جناب دکتر صدا. میبخشین سوال تانا تکرار کرین، چی میاید؟ یعنی بیگا میگه می چخ چخ کنه در شام، میگه سر اولی روی اولی میایه میگه می چطرا چخ چخ کرده اکیز مگمی عروض تا. خواه شما بیننده برنامه باشین، دکتر صاحب بر شما پاسخ میتن. تشکر از تماستن. بله سوال همشه را حکی مطرح بود. اگر طلای او 90 گرام باشه و او دا سخانه سرش یک سال تیر شوه، دا او زکات فرض است. و سوالی که دومی که مطرح کردی، کسی میگه دا 40,000 1,000 روپه هست و کسی میگه دا 1,250,000 هست، او گب صحیح هست. امی 90 گرام را به قیمت امروز متوسط، قیمت اعلی را نبگی قیمت پایین را نبگی. طلایی که فیلحال در افغانستان امون نرخ وسط بگیرین قیمت کو و در هر 40 روپه 1 روپه هست، امون در 40,000 1,000 میشه و در 1,250,000 میشه، مگب صحیح است. بله بله، یعنی 2.5% زکات است. 2.5% تا 100 روپه میشه. بله بله. برادر ما محمد الله از مزار شریف که تماس گرفته بودن، گفتن که شام کدام پرنده یا کدام خزنده میایه و آواز میخوانه، خانم ها میگن که ارواح هست، آیا حقیقت است که ارواح هست؟ خود ایتو مسائل خیالات نرین، هرچی که هست مرغ هم پرنده هم یک مخلوق خدا هست و او هم حقوق خود را داره، مثلا به او دانه دادن. بله. و از ابو درده روایت است که حضرت ابو درده یک طفل دید که یک مرغی را در پنجره نگاه کرده بود، به او طفل یک 2 روپه را داد و مرغی را آزاد کرد که او هم آزادی خود را بگیره. بله. بنابراین به او دانه دادن کار نیک است دیگه، چرا تا را نزنیم؟ بله بله، یعنی ارواح بوده نمیتونه. بله بله. سپاس جناب دکتر صاحب از شما. و سوال دیگه، خب دوستای تکنیکی اشاره میکنن که تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ دوست هستم از نیمروز، یک سوال داشت. بفرمایید برادر. امی ما که خانه جماعت کنیم، فرزن من پدر خانه هستم، امی ما که به پشت ملا جماعت میکنیم، میگیم اقتدا کردیم به امام یزید، ما که فرزن پیش امام شام، من به کی اقتدا کنم؟ سپاس بیننده یه برنامه باشین برادر عزیز، و دکتر صاحب بر شما پاسخ میتن. تشکر. جناب دکتر صاحب، میشه که بسیار کوتاه جواب برادر ما را بدیم که گفتن که اگر ما پیش نماز میباشم، ما به کی اقتدا کنم؟ ما و شما همگی نماز را برای خدا میخوانیم. بله. و میگیم که روی ما به طرف قبله هست، خاص خدای تعالی را. بله. ولی زن نماز ما همگی ما و شما به خدا هست، چی مقتدی باشه چی امام باشه. بله. ولی زن تو مکلف نیستی که بگوی که به خدا پشتکی. بله. اقتدا کردی. بله بله. اقتدای تو نماز تو فقط برای خدا هست. بله بله، یعنی وقتی که مقتدیا اقتدا میکنن به امام، امام دیگه به کسی اقتدا نمیکنه، میگه که من نماز خدا خاص به خاطر خدا میخوانم. خاطر خدا هست. بله بله. دوستان عزیز، وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. با ما باشین. شما هم میتونین که سوالاتتان را مطرح بکنین از طریق 86 56. حال وقفه. شما
شما را دوباره خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه سیام. دکتر فضل الرحیم بصیرت، استاد پنجه شرایط، پنتون کابل با ما هستند. جناب دکتر صاحب، در جریان وقفه یکی از خواهرای ما از مزار شریف تماس گرفته بودن، گفتن که طفلی که نو تولد میشه تا 40 روز باید در خانه تنها نمانه و قرآن شریف را که بمرایش بانند، به خاطر از اینکه میگه پاک است بالای از جنیات میشینه و نمیفهم چطور. آیا حکم شرعی داره نداره؟ بله، ام شرع قرآن در خانه کار نیک است. اگر ما در هر گوشه خانه جایی که پاک باشه، محفوظ باشه، قرآن داشته باشیم کار نیک است. اما ایتو چیزی در شرط نیامده که ما بر تو بگویم که به خاطر طفل که به او جن نبه یا کدام مشکل بهش پیدا نشوه قرآن ببانن، چیز در نصوص دینی ما نیامده. اما در شکل عام قرآن برکت است، کتاب مبارک هست و برکت قرآن را ما ایمان داریم، بنا اگر در خانه باشه کار نیک است. سپاس. خواهر ما از هرات تماس گرفته بودن، گفتن که نماز تراویح را تسبیحاتش یاد ندارم، اگر من میخوانم چی حکم داره و دیگه نمازها را چون پای در دستم نشسته میخوانم. اما قبل از اینکه جواب ازیرا بتین، یک تماس داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ آجی عبدالواحد کودمانی از شهر مزار شریف شمال زمدان. بفرمایید کودمانی صاحب. خواهش میکنم قربانتان، سوال ما همیست که در جریان روز که روزه بدان ماست، ما اگه همراه نمک غرغره بکنیم روزه ما مکروه نمیشم، یک سوال بود. تشکر، سپاس از شما. بیننده برنامه باشین، دکتر صاحب برتان پاسخ میتن. تشکر از تماس. خب امو بشیره دو بخش سوال داشت. بله. یکی بوده که نماز با ششتکایی میخوانه. بله. دوم بخشش چی بوده؟ دوم بخشی بودن که وقتی که تراویح را میخوانن تسبیحات تراویح را یاد ندارن. خب نماز با ششتکایی خواندن با که نداره، اگر مسلمان قادر باشه با قیام است، اگر ضعیف باشه، مریض باشه، کمر درد باشه، نماز با ششتن باکی نداره و فقط رکوع را میکنی، سجده را پایین تر از او باشه اگر قادر به سجده هم نباشه، اگر باشه سجده را مکمل میگیره. دومی است که تسبیح یاد نداره. مراد از تسبیح ذکر است همشیره، ذکر خدا را هر قسم ذکر که داری امو را بکو در مابین هر چهار رکعت، سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لله الحمد، هر ذکر خدا را که یاد داری امو را بگو، امو کفایت میکنه. بله. تماس داریم. بله، بفرمایید. سلام علیکم. بله. بله، سلام علیکم. کی از کجا تماس گرفتین؟ بله، سلام علیکم. علیکم السلام. ابو خیر، انیسه هستم از ولایت تخار. خواهر بفرمایید. سوالتان را مطرح بکنید خواهر. بله، میشنوم. بله میشنویم، سوالتان را مطرح بکنید خواهر. دخترک من 14 ساله است. یک دخترک من 14 ساله است. روزه میگیره اما نماز خوانده نمیتونه. تماس خواهر ما قطع شد. شما بیننده برنامه باشین، استاد بزرگوار حتما برتان پاسخ میدن. تشکر. برای جناب استاد حاجی صاحب عبدالواحد کودامنی سوال را مطرح کرده بودن، گفتن که اگر در جریان روز ما آب را نمک را کلی میکنیم یا غرغره میکنیم، روزی ما مکروه نمیشن؟ خب مشوره ما با کودامنی صاحبی هست که کوشش کنه که غرغره بکنه اما احتیاط بکنه. بله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، در بینی که آب استعمال میکنین شما خوب آب را تیر کنید، لیکن اگر روزه دار بودی کم احتیاط خود را. بله. در اینجا هم به خاطر که حال کرونا هست نمک استعمال میکنی، احتیاط خود را بکنید. بله بله، یعنی روزه را انشاءالله خراب نمیشه، من احتیاط بکنید. احتیاط بکار است. و خواهر ما انیسه از تخار تماس گرفته بودن، گفتن که یک دختر دارن که 14 ساله است و دیگرشان 16 ساله، روزه میگیرن اما نماز خوانده نمیتونن. قبل از این تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله میشنم. بله میشنم، بفرمایید. سوال ما یه است که برادر، ما گفتم که نمی درباره فطر روزه، آیا فطر روزه با چی کسی داده شوه یا با ملای امام مسجد فطر روزه جواز است؟ درست. شما بیننده برنامه باشین، دکتر صاحب برتان پاسخ میتن. سپاس از تماستان. مشیره ما میگه که دخترها داریم و روزه را میگیره و نماز را تنبل هستن، سستی میکنن، نمیخوان.
خواهش ما یست این مسئلت شماست همشیره که وارا نصیحت کنین و وقتی که تو نماز میخانی وارم صدا بکو که از شما را یاد بگیره از شما به اصطلاح اطاعت نیک بکنه و خیلی کوشش کنین این دعوت فی سبیل الله هست این مسئولیت ما و شما پدر و مادر هست تا آنها نماز هم را بخانه چون فرض است و اولین چیز که بعد از ایمان به روز قیامت سوال میشه خدا پرسان میکنه نماز است. بله برادر ما تماس گرفته بودن گفتن که فطر روزه برای چی کسی داده میشه و آیا میتونیم برای مولا صاحب مسجد یا مولا امام مسجد پرداخت بکنیم فطر روزی خوده؟ سرسایه و فطرانه را به مسکین داده میشه و کسی که قرضدار هست، معذور هست، عجز دائمی داره و توانه مالی نداره به او سرسایه تانه بیتین و امام مسجد هم اگر از این جمله باشه که کدام کار معین نداره، وظیفه معین نداره، مصارف ماهواره خود را پوره کردن میتونه، به او هم زکات را داده میتونه. بله بله، تشکر. سوال دیگه برادر ما تماس گرفته بودن، گفتن که اگر کسی در سحری تا ختم آذان را چیزی میخورن یا مینوشن، آیا روزه مکروه میشه؟ مسئله شروع آذان و ختم آذان مهم نیست. بله. مهمی است که یقین تو چی هست. اگر تو یقین داشته باشی که آذان که شروع شده وقت داخل است، باز بر تو خوردن جایز نیست. سپاس جناب دکتر صاحب. بیننده های عزیز، ای بود برنامه امروز سیام که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.